هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. سلام رفقا، سلام دوستان، ایشالا که سالم و تندرست باشین. بازم باغ چاخانای شیخ فری محصول جدید داده است، مال سال 3000. این یکی چاخان رو دست همه چاخاناشه، ملاحظه بفرمایین. البته این راه یک کمی طولانی تر از آن است که در ذهن مردم در روز اول بوده و شاید امروز هم در ذهن مردم باشه. اون روز اول که شروع شد، یعنی آخر بهمن، مردم فکر میکردن خب باید یه اقداماتی انجام بدیم و تو ماه اسفند تمام میشه، و بعد فکر کردن یه اقداماتی باید انجام بدیم تو نیمه فروردین تمام میشه، در حالی که از ابتدا مشخص بود این راه کوتاه نیست، راه بلنده. بله، پس مردم فکر میکردن آخر بهمن تموم میشه. مردم فکر کردن اسفند و بعدش هم فروردین تموم میشه. رو رو برم به سنگ پای قزوین گفته ززززکی. فکر کرده بنده موشکاف و مردم فراموش کردیم. خودتی یارو. ملاحظه فرمایی این تاریخ شیشم اسفنده. بنابراین از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها. الان 3 ماه از اون روزی که یارو شیخ فری این خالی بندی رو کرد میگذره، ولی هنوز اون شنبه نرسیده. بعدش خودش بود گفت تا شب عید، بعدش هم دوباره گفت 2 هفته دیگه تا اول اردیبهشت. اما حالا همه رو نسبت میده به کی؟ به مردم. بعد خود فلان فلان شدهش ملت و فرستاده سر کار، حالا میگه مردم رعایت نکردن که کرونا توی یه سری استانا دوباره اوج گرفته. بابا رو تو برم، حالا یه ریزم این یارو فلاحت پیشه رو داشته باشین که سنگین مقر میاد. زمانی که به سوریه رفتم بنده بازم بهم گفتن هزینه دار، یه عده گفتن هزینه درست کردی، ولی بازم تکرار میکنم ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. حد پول این ملت اونجا هزینه شده. وابیلا وابیلا، 30 میلیارد دلار، یعنی 1 و 10 تا 0 جلوش. به تومن چقدر میشه؟ وای کی میره این همه راه رو؟ حالا حسابشو بکن که زبار عظما چقدر باید در رفته باشه که اینم واسهش کوری میخونه. حالا این یکی رو داشته باشین که با روزی 200 میلیارد تومان فقط پول بنزینی که گران شد از جیب مردم. ببین حالا مجلس مخالف بود، هر چی بود، ما کار نداریم، ولی یه چیز میخوام بگم، روزی 200 میلیارد تومان میانگین درآمدی است که از گران کردن بنزین و فروش مازاد مصرف به خارج به دست میاد. روزی 200 میلیارد. شما روزی 200 میلیارد رو جمع کن، چند تا مشکل اقتصادی تو این کشور داریم. اصلا نه، بیایید شما این روزی 200 میلیارد رو بیایید کمک کنید به استانهای مختلف، بدید خودشون بیان رفع کنن مشکلاتشون رو. این فقط یه بخشه. وای یارو واقعا چپه، یا اینکه آخرای عمر نظام اینطوری خودشو زده به کوچه علی چپ. آخه اوزی و کارگزاراش یه مشکل دارن، اونم حفظ نظام. با مشکل به این گندگی کی توی نظام حال و حوصله بقیه مشکلات داره؟ اما از اون طرف جوونای قیام
نظام و کانونای شورشی خیلی به فکر حل مشکلات عظما هستن. اصلا شب تا صبح برای همین دارن کار میکنن، میخوان کلن مسئله شو حل حلش بکنن. اره یعنی رپتی پتوش بکنن. دوستان عزت زیاد.